بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی امروز در نشست خبری سخنگوی جدید وزارت امور خارجه های اسماعیل بقایی یه اتفاقی افتاد یه خبرنگار سوال خاصی پرسید درباره عدم دوستی روس ها با ما عدم تحویل سامانه اس 400 و سخو 35 ها که حالا میریم ویدیوشو با هم میبینیم اما من رفتم فیلم اصلی خود وزارت خارجه رم دیدم دیدم که این یتکه رو کات کردن برای همین مصمم شدم اصلا این برنامه رو بسازم و بگم که آقا ملت حق دارن بدونن حالا میریم در خلال برنامه توضیح خواهم داد که منظورم چیه اما این آقای اسماعیل بقایی که الان شده سخنگوی وزارت امور خارجه همون کسی است که عضو تیم مذاکره کننده هسته ما با پنج به یک بود و همچنین دبیر ستاد اجرای برجام. بریم این کلیپو با هم ببینیم. ببینیم این خبرنگار چه سوال جنجالی پرسیده و پاسخ آقای بقایی چی بوده. خوش خوشمون بیاد یا نیاد، پای رفاقتشون با اسرائیل ایستادن. قبل از اینکه اسرائیل به کشور ما حمله کنه، دو تا سامانه تات فرستادن به خاک اسرائیل و این پیام رو دادن که اگر ایران بخواد حمله کنه، ما کنار اسرائیل هستیم. همین 10 دقیقه رو پیش یه پست گذاشتم توی تلگرام و ایتا، لینک شبکه اجتماعی مون زیر همین ویدیو هست، می‌تونید عضو بشید. پنتاگون گفته ما لحظه به لحظه با اسقاطیل در تماس بودیم در این حمله درسته در این تا گفته که ما نقشی نداشتیم و دخالت نکردیم میگه مثل قلب دروغ میگه اصلا این عملیات عملیات آمریکایی بود اسقاطیل رو انداختن جلو که ببینن چطوری از با ایران چند چندن اما با این حال میخوام بگم که حرف این بنده خدا درسته یا آقا از اول گفته در کنارشیم در کنارشان بوده ما یه برنامه داشتیم دیروز که آقا چرا پوتین محکوم نکردین حمله رو یه دو مدن گفتن آقا محکوم کرده تو کتو خب فیلمشو بده تصویر بده یه خبر منبعی لینکی رفرنسی چیزی به جایی که ما بریم مراجعه کنیم ببینیم کجا محکوم کرده الان ایشون یه سوال فنی میپرسه روس ها ادعا میکنن که دوست ما ادعا میکنن که میخوان با ما قرارداد راهبردی ببندن ادعا میکنن که در تمام این سالها کنار ما بودن هر زمان تو اوکراین به مشکل خوردن به فلاکت خوردن در باطلاق جنگ اوکراین فرو رفتن بدو بدو سراغ ما اومدن پهپاد خواستن کروس خواستن همه چی و ما برای همین مسئله تحت فشار مجامع بین المللی و البته محور آمریکایی اروپایی هستیم غربی‌ها دارن فشار میارن اخیرا همین تحریم هواپیمایی ما دلیلش چی بود روسیه رو بهانه کردن شما موشک بالستیک به روسیه دادید بنابراین ما شما رو تحریم میکنیم الان دیگه برید ببینید وضعیت پروازهای خارجی ما رو ببینید به کدوم فرودگاه ما پرواز داریم مقاصدمون کجاست حالا ایرانیایی که اونورم میخوان بیان اینجا داستان دارن یا باید برن امارات از اونجا بیان یا برن ترکیه ترکیه یعنی یه وضعی شده که اینا از هر بهانه ای استفاده میکنن برای تحریم ما منطقش اینه اگر ما بهش موشک دادیم موشک بالستیک دادیم یا پهپاد شاهد دادیم فلان او هم در مواقعی که ما چیزی نیاز داریم بده این فقط باید دو طرفه باشه ارتباط باید دو طرفه باشه ببینید در ادامه چی میگن در شبی که اسرائیل به ما حمله کرد پدافند ارتش ما تنها بود تنهای تنها یه نکته هم بگم درباره پدافند تو برنامه قبلی هم گفتم ببین ما تو وعده صادق دو 180 تا موشک زدیم 90 درصد اصابت داشته 10 درصدش یا رهگیری کردن یا خطا بوده اونم به کجا به اسکاتیلی که خودش سه 4 تا پدافند مجزا داره با برد های مختلف با تکنولوژی های مختلف آمریکا اومده پشتش کشورهای خائن منطقه حمایتش کردن تو تو این فضا تونستی موشکاتو از 1200 کیلومتر اونورتر شلیک بکنی 90 درصد اینها به اهداف مورد نظر اصابت کرده حالا فرض رو بگیر اسکاتیلیا هم 100 تا 200 تا هرچی موشک شلیک کردن 4 تاش خورده این باعث سرشکستگی نشه بگید آی آبرومون رفت فلان شد اولا که فعلا منابع رسمی خودمون این رو اعلام نکردن تو برنامه قبلی در تو با شارو توضیح دادم دیگه هر موقع اعلام کردن ما میپذیریم همونطور که چهار شهید ارتش رو اعلام کردن اما با این حالی که پدافند تنهاست شاهکار کردن بچه های ما تو همون اولین برنامه حمله اسقاطیل به ایران که منتشر کردیم اونجا گفتم دیگه اولین هدف اینها بحث پدافندی و راداری ما بوده که بزنن کور کنن بتونن سایر اهداف خودشون رو محقق کنن که الحمدلله نتونستن با این حال که ایران تنها بود اما پدافند ما عالی عمل کرده حالا ای عراقچی صحبتهایی کرد که گفت ما از قبل اطلاع داشتیم و بعضی بعضیا تعبیر کردن که یکی از همسایگان رو ما گفته بعضی ها این همسایه رو مثلا گفتن روسیه بوده و روسیه که نمیدونم حالا خودتون فکر کنید ببینید واقعا اینطوری بوده یا نه اما سوال ایشون هم سوال دقیق و به مردم حق دارن بدونن دیگه این رو آقا بالاخره ما اینو گرفتیم یا نگرفتیم نه سارصد به ما داد نه سخ موضع وزارت خارجه دولت آقای دکتر پزشیان در قبال این ب... آشکار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور متجاوز روسیه چیست؟ اینجا این کلمه زشت رو نباید میگفت حالا من توی تدوی میگم دوستان سانسورش کنن چون در شعن رسانه مسلمان تیوی نیست اما کلیت سوال درسته دیگه آقا یا اس 400 داده یا نداده سوخو 35 یا داده یا نداده اگر داده خب چرا استفاده نشده اگر نداده چرا نداده اول... حالا بریم پاسخ های بقایی رو بشنویم من خواهش میکنم دوستان سوال مطرح بکنن اینجا صدور بیانی های سیاسی رو بذارن بر عهده وزارت امور خارجه دو در صحبت ها بسیار مهم هست که این جمع جمع فرایخته است و در بیان پرسش من خواهش میکنم که رعایت نزاکت های معمول رو حتما داشته باشیم سه فارغ از سوال شما یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران که محصول خون هزاران شهید هست و محصول پایمردی مردم ایران و فکر میکنم این نکته است که واقعا باید به خاطر همه ای ایرانیان سپرده بشه و به نسل‌های آینده منتقل بشه این هست که جمهوری اسلامی ایران متکی به قدرت خودش هست جمهوری اسلامی ایران در این 45 سال تحت شدیدترین تحریم‌ها وجود قرار داشت نه فقط تحریم‌های اقتصادی تحریم‌های تسلیحاتی و ما افتخار می‌کنیم که هر آن چند انجام دادیم متکی بودیم به نیروهای شجاع و جانبرکف پدافند خودمون نیروهای مسلح خودمون و فکر می کنم این راز ماندگاری و راز بقای کشور هست ما هیچ وقت امنیت خودمون رو از جایی خریداری نکرده ایم ما حتما با کشورهایی که در ارتباط هستیم کشورهایی که رابطه خوب داریم دوستانمون از امکانات همدیگه استفاده می کنیم ولی نهایتاً اون چیزی که ما رو بیمه میکنه مردم ما رو بیمه میکنه امنیت ما رو بیمه میکنه اتکای به توانمندی های خودمون هست دو تا برداشت از این پاسخ میشه یک روسیه سامانه اس 400 و s 35 رو به ما نداده خود رو پای خودمون ایستادیم بچه های خودمون رفتن طراحی کردن امکانات موجود چیزی که هست داخلیه طراحیش مال خودمونه و باید رو پای خودمون بیستیم این یه برداشته یه برداشت دیگه اینه حالا نه الزامن S-400 و سخ 35 هر چیزی رو ممکنه از مثلا روسیه چین یا جای دیگه بگیریم استفاده کنیم همینطور که ممکنه ما به اونها کمک بکنیم اما بازم حرف آخر رو خودمون میزنیم یعنی اون چیزهایی که خودمون بهش دست پیدا کردیم تکنولوژی خودمون داریم من اینو فهمیدم اگر واقعا اینطوره که روسها ندادن یعنی گزاره اول درسته اگر این سامانه ها رو ندادن سخ 35 رو ندادن خب این بحث موشک و پهپاد و اینا چجوری میشه پس ما چرا به اونها این امکانات رو دادیم و تو جنگ اوکراین نجاتشون دادیم اگر هم نیست که خب بیایید بگید نیست دیگه واقعا نمیدونم یعنی واقعا ما به اونها کمک نکردیم این برای مردم شاید الان بگید که بالاخره ایشون دیپلمات باید بالاخره با روش های خاص خودش پاسخ بده اما تا یه جای دیگه از یه جای باید باید تو رسانه شما بتونی افکار رو اغنا کنی یعنی اگه الان فردا بیان بگن آقا روسیه مثلا با ایران فلان قرار داد رو نوشت نیاز به دشمن نداریم اصلا در داخل ذهن نسبت به روسیه خراب شده که آقا این سابقه خوبی نداره ما هرچی کشیدیم از دست مثلا شوروی بوده بعد حالا روسیه و فلان اینا یه مقدار اصلاحش بکن ببین من میخوام بگم اگر شما به فکر مذاکره با دنیا هستید روسیه هم بخشی از این دنیاست ما دو طیف داریم که خیلی خطرناکن یکی اونایی که میگن فقط شرق و یکی اونهایی که دنیا رو فقط آمریکا میدونن هر دوی اینا خطرناکن ما بجز اون دو سه مورد خط قرمزی که داریم مثل اسقاطیل و اینها اما با حفظ چارچوب ها و در نظر گرفتن منافع ملیمون اگر روسیه از ما پهباد گرفته موشک گرفته در قبالش چیزی نداده رویه رو عوض کنیم دیگه شاید اگر تحت فشار قرار گرفت او هم یه چیزی بده بده بستون این یه معادله دو دو تا چهار دیگه ساده است بده بستون اسمش بده نستون نیست که بدی نگیری دادی باید یستم بگیری امیدوارم که مسئولین و کسایی که اطلاعاتی دارن بیان بگن تو رسانه مطرح بشه وقتی به شما داره تحریمش رو قالب میکنه فشار وارد میکنه به شما خب بیا بگو دیگه بگو آقا اینجوری بود اینجوری بود اینجوری شد الان که دیگه ممنوعیت فروش سلاح اینا که نداریم که اگر داریم بیاد بگید آقا مونده ممنوعیت اگر نمونده برداشته شده خب با افتخار سرمون میگیریم بالا آقا ما فلان پهپاد فروختیم به روسیه مثلا تازه چهار تا مشتری پیدا میکنه هم الان اسقاطیل از این حمله اسقاطیل و آمریکا اربابش آمریکا تو برنامه سازای فارس زبون ایرانی این داره مطرح میشه که اف 35 ببین اسقاطیل تو حوزه رسانه چه جوری داره دستاورد سازی میکنه از قبل این دستاورد سازی هم خدمت میکنه به اربابش آمریکا آمریکا و اسقاطیل هدفشون این بود که اف 35 رو غالب کنن آقا ببین ما رفتیم 20 تا هدفشون رو زدیم فلان کاری کردیم یه دورم زدیم یه دوغم خوردیم برگشتیم اینجوریه شما باید دیگه کار رسانه رو یاد بگیرید دیگه 45 سال گذشت یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون